سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، قریشی طالبان در نشست بعدی تاریکا دعوت می شوند. دلار رکورد بست، یک دلار برابر شد با 95 افغانی و همچنان در پایان 5000 نیروی مسلح طرفدار ملا عبدالغنی برادر از قندهار و ارزگان وارد کابل شد. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. دلار رکورد بست، یک دلار برابر شد با 95 افغانی. دلار ایالات متحده آمریکایی در برابر ارز افغانی افزایش یافته است. یک دلار آمریکایی 95 افغانی خرید و فروش می شود. طبق اعلام سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادل پول در کشور، دلار در برابر پول ملی امروز یکشنبه 14 نوامبر افزایش قابل توجه داشته است. یک دلار آمریکایی در بازار امروز کشور حدود 95 افغانی خرید و فروش می شود. این نرخ دلار در برابر ارز ملی یکی از بلندترین قیمت های خود در داده های اخیر در برابر افغانی است. قیمت دلار در برابر افغانی از صبح امروز تا کنون لحظه به لحظه در حال افزایش است. همچنان این در حالی است که افغانستان و تجدید اختلافات میان حقانی و برادر بر سر تقسیم قدرت. با گزارش اسپوتنیک افغانستان، اختلافات داخلی بین طالبان به ویژه جریان حقانی و ملا برادر با ورود حدود 5000 نیروی مسلح طرفدار ملا عبدالغنی برادر از استنهای قندهار، هلمند و ارزگان به کابل وارد مرحله جدیدی شده است. همچنان این در حالی است که انگلا مرکل هفته های سختی در پیش داریم. صدر اعظم آلمان که در آخرین روزهای خود را در این سمت سپری می کند، بار دیگر از کسانی که واکسین نزده اند خواست تجدید نظر کنند تا به شکستن چهارمین موج همگیر کرونا در این کشور کمک کنند. با گزارش اسپوتنیک، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که در مورد تعهدات مبتلایان در این کشور نگران است و هشدار داده که آلمان هفته های سخت را پیش رو دارد. وی گفت هفته های سخت پیش را در پیش رو داریم و من بسیار نگران هستم و از کسانی که هنوز واکسین نزدند میخواهم دوباره به این موضوع فکر کنند. صدر اعظم آلمان همچنان از کسانی که در برابر واکسین مقاومت میکنند خواست در تصمیم خود تجدید نظر کنند و در برابر ویروس کرونا مقاوم شوند. او همچنین با حمایت از دوز سوم واکسین آن را راهی برای شکستن موج فعلی دانست. آلمان که پر جمعیت ترین کشور اتحادیه اروپا است، در روز پنج شنبه رکورد 50196 مبتلا در 24 ساعت را ثبت کرد. این اولین بار از زمان آغاز همگیری است که تعداد مبتلایان در یک روز از 50000 تن فراتر رفته است. همچنان این در حالی است که قریشی طالبان در نشست بعدی تاریکا دعوت می شوند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان می گوید که طالبان برای حضور در نشست بعدی تاریکای توسعه یافته در چین برگزار می شود دعوت خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری عرب نیوز، آقای قریشی تاکید کرد که در این نشست از طالبان به طور رسمی دعوت می شود و تا آنها بتوانند به صورت مستقیم در این روند سهیم شوند. و گفته او طالبان با حضور فیزیکی در تاریکای توسعه یافته می تواند نگرانی هایش را به طور مستقیم با جامعه جهانی به اشتراک بگذارد. نشست تاریکای توسعه یافته هفته گذشته با حضور نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان و میزبانی اسلام آباد برگزار شد. این در حالی بود که یک روز پیش از این نشست، هیئت بلند پایه از افغانستان به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و پاکستان سفر کرد. اما با آنکه برخی رسانه‌ها از اشتراک این هیئت در نشست تاریکا خبر دادند، اما در آن نماینده‌ای از طالبان دیدن نشد. همچنان این در حالی است که اولیان نوف سیاست آمریکا در قبال افغانستان شکست خورد. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان را از نظر سیاست نظامی، دیپلماتیک و بشر دوستانه به طور کامل شکست خورده خواند. با گزارش اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین الملل مستقر در وین سیاست آمریکا در قبال افغانستان را غلط خواند. و این اظهارات را در واکنش به تویت انتقادآمیز در خصوص بسته شدن دارایی های افغانستان
توسط ایالات متحده آمریکا، در حالی که این کشور در پی سیاست‌های اشتباه واشنگتن و اشغال 20 ساله ناتو با فقر دست به گریبان است، بیان کرد. آلیانوف نوشت موارد در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان به شدت اشتباه است و از نظر سیاست نظامی، دیپلماتیک و بشردوستانه به طور کامل شکست خورده و هیچ تلاشی برای درس گرفتن از این تجربه نمی شود. بیشتر مقام های روسی و چین خواستار لغو تحریم های اقتصادی علیه افغانستان به دلیل بحران اقتصادی این کشور شدند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در یکی از نشست شورای امنیت گفت که مسکو امیدوار است افغانستان به دارایی های مسدود شده خود دسترسی پیدا کند. وی با اشاره به مسدود شدن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که این کشور در آستانه سقوط اقتصادی قرار دارد، بنابراین دسترسی به تمام دارایی هایی که مسدود شده است به نفع مردم افغانستان است. وانگ یی وزیر امور خارجه چین هم این موضوع را در نشست گروه 20 مطرح کرد و گفت که تحریم های اقتصادی علیه این کشور باید پایان یابد. وی با اشاره به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان افزون که این دارایی های مردم افغانستان و باید متعلق به مردم این کشور باشد و نباید برای چانه زنی سیاست به کار گرفته شود. ایالات متحده آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش 9.4 میلیارد دلار را مسدود کرده است و این کشور گفته که طالبان نباید به این ذخایر دسترسی پیدا کنند. طالبان در 24 استانبول کابل را تصرف کردند و دولت موقت تشکیل داد. تا کنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی میگوید که برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ندارد. همچنان این در حالی است که جان باختن کارمند تلویزیونی آریانا در انفجار امروز کابل. در انفجار شام امروز در گلوی مهتاب قلعه دشت برچی یک کارمند تلویزیونی آریانا جان باخت. دختری که مورد شکنجه قرار گرفته بود از سوی طالبان بازداشت شد. طالبان دختری را که از آمریت حوزه 11 هم شکایت کرده بود را با چند تن دیگر از نزدیکانشان با خود بردند. طالبان نام مسعود و مزاری را از جاده ها حذف می کنیم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیو های بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیو های جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما و ویدیو های ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیو های روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.